عدم دعوت از فامیل بدحجاب به منزل در میهمانی ها. نمیگم ارتباط رو قطع کنید، نه، ارتباطتون برقرار باشه. هر فامیلی که میخواد بیاد با احترام، با احترام تمام بگید ما آقا مسلمانیم، مخصوصا بگید ما شیعه هستیم. خواهش میکنم اونم از طریق خانوم ها بگید، نه خودتون بگید. مردها دخالت نکنن تو این کار. خانوم ها بگن که آقا همسر من، برادر من، پدر من ناراحته کسی بی چادر به خونش بیاد. خواهش میکنم چادر سرتون بکنید و حتما تشریف بیارید. مرحوم والد ما رحمت الله علیه یکی از خصوصیاتش این چنین بود. هیچ کس در زمان حیات ایشون خودش، نه اینکه بگیم جرأت نمیکرد، نه اصلا خودش خوشش نمیمد که بدون چادر، اگر کسی بود بدون چادر بیاد با ایشون سلام علیکم، تو خونه ایشون بدون چادر وارد بشه. ابا داشت از این مطلب با فرمولی که ایشون به کار بسته بود، یعنی یک جوری اعلام کرد که آقا خوشایند ما نیست، در این حال که احترام به همه اینها میگذاشت. فاطمه مهدیه، فاطمه مهدیه، فاطمه چشم ما در انتظار گشت، دلها بیقرار، یبن الزهرا، یبن الزهرا، یبن الزهرا، خلقتت لطف خدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث حجاب موضوعی رو از این مجموعه های این مبحث که مبحث کلی حجاب هستیم، یکی از این مجموعه ها رو در نظر گرفتیم به نام چگونگی برخورد با بدحجابی یا عواملی که می شود با اتکای اونها با بدحجابی یا بیحجابی که یک معضل اجتماعی امروز برای ما هست، معضلی است که عرض کردیم کسانی که از داخل کشور این کار رو انجام میدن در واقع بسیار بسیار کمتر از اشخاصی هستن که از خارج از این کشور دارن برای شیوع و رواج بدحجابی و بیحجابی فشار میارن و تا کنون به موفقیت هایی هم دست پیدا کردن. در این زمینه یک مقدمه ای رو خدمت دوستان عرض کردیم که اولا ارزش مبارزه و توضیح و تعریف مبارزه، که مبارزه فقط مبارزه فیزیکی و بدنی نیست، مبارزه قلمی، قدمی، مبارزه لسانی، اینها همه مبارزه هستند و دو سه تا نمونه رو هم به عنوان مثال خدمت عزیزان عرض کردیم. باز هم عرض میکنیم برای چی این انواع مبارزه رو در بحث حجاب عرض کردیم. برای اینکه یکی از عوامل مبارزه با بدحجابی اتفاقا موردی است که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که همه ما قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم باید بدونیم که کاری که ما میکنیم ارزشش چقدره، به همون مقدار براش زمان بذاریم، براش وقت بذاریم، براش ارزش قائل بشیم. وقتی انسان ندونه کاری که انجام میده چقدر ارزش داره، مسلما ممکنه انگیزه ای نداشته باشه یا انگیزش خیلی ضعیف باشه برای اینکه چقدر هزینه براش بگذاره، هزینه مادی یا معنوی. سپس این مطلب رو عرض کردیم که مبارزه فردی و اجتماعی یا گروهی یکی از
روش‌های مؤثر برای پدیده شوم بدحجابی است، یعنی روش‌های مؤثر برای مبارزه با این پدیده شوم هست. گفتیم در مبارزه گروهی وظایف مدیران ارشد کشور، مدیران اجرایی ارشد چی هست؟ مخصوصاً حراست‌ها در اماکن مختلف، کارخانجات، ادارجات، مکانهای نظامی، مکانهای غیر نظامی. البته مکانهای نظامی خب یک مقررات خیلی شدید و خاصی دارن که در این جور امور اتفاقا خیلی هم خوب هست و نمیگذارن که در واقع از اون آیین‌نامه‌های خودشون کسی عدول بکنه و واقعا یه کار پسندیده و خوبه. کاش همه جای کشور اینجوری بود. کارخانجات، ادارجات، مدارس، دانشگاه‌ها، اینها باید که و امثال این مکان‌ها که زیاد ما داریم تو کشور، گفتیم که اونایی که حراست دارن، حراست‌هاشون باید از این خواب غفلت بیدار بشن و برنامه‌ای واقعا بریزن برای این کار، چون همه‌شون در پیشگاه خداوند متعال مسئولن. غیر از این هم در مبارزه گروهی همه ما هم که در واقع حراست نیستیم، حالا ممکن تو اداره باشیم یا نباشیم، اگر باشیم که مسئولیتمون سنگین تره، یا بیرون باشیم، باید هر جا که هستیم به عنوان مبارزه گروهی این رو بدونیم که چه کارهایی باید انجام بدیم. مهمترین کارش اینه که نباید خودمون رو ببازیم در مقابل یک همچین پدیده شومی. نه تنها خودمون رو ببازیم، بلکه از پروردگار متعال کمک بگیریم و با زبانمون، با قلممون، با قدممون، با مالمون و اعضا و جوارحمون در این راه خدمت بکنیم و اون کاری رو که شایسته و بایسته است انجام بدیم. نشستن یک کنار و گفتن این که به من ربطی نداره، به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست، هر جوری میخواد بشه، مملکت رهبر دارد، خود امام زمان میاد درست میکنه، اینها مال افرادی است که دوچار یک فکرای انحرافی از نظر عقیدتی هستن. مملکت امام زمان دارد، رهبریت الحمدلله دارد، ولی اینا هیچ کدوم وظایف ما را ساقط نمی نماید، وظایف فردی و گروهی ما را ساقط نمی کند. دقت بکنید به این دو حدیث که در کتاب شریف میزان الحکمه از کتاب بهار الانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده. من از میزان الحکمه صفحه 3713 این دو حدیث رو خدمت شما میخونم و سپس نتیجه میگیریم، میریم سراغ عرض به خدمتتون که عوامل مؤثر در برخورد و مبارزه ما به صورت فردی با پدیده شوم بدحجابی. اما حدیث اول، پیامبر صلی الله علیه وسلم به روایت از امام صادق علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام به روایت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام از پدران خودشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل میکنن من فارسیشو میخونم چون وقتمون خیلی ضیق هست. ببینید چقدر جالب هست. حضرت می‌فرمایند که گناه را اگر بنده، یعنی یه بنده ای، اگر گناه را بنده پنهانی انجام دهد، جز به گناهکار زیان نمی‌زند. یک بنده میاد، میره تو خونش، مثلا داریم عرض می‌کنیم، در یک جای پنهانی بدور از چشم افراد اجتماع یک عمل زشتی انجام میده، این مسلما توسط پروردگار کیفر داده خواهد شد. اگر بی توبه از دنیا بره، متناسب با اون جرمی که انجام داده، به عنوان یک فرد مجرم و گناهکار کیفر میشه و مجازات میشه، سر جاش هم مجازاتش تکونم نمیخوره. پس مجازات به خود این میرسه، اما کسی نمیداند که او چه گناهی انجام داده. او هم برای کسی بیان نمیکنه که من چه گناهی انجام دادم. این زیانش که مجازاتش هست به خودش میرسه، اگر هم زیان دنیایی داشته باشه باز هم به خودش میرسه. توجه بکنید ادامه حدیث رو ببینید حالا. ولی
ولی اگر آشکارا انجامش دهد، یعنی بیاد در جامعه یه گناهی رو مرتکب بشه که همه دارن میبینن تو جامعه، مثلا روسریشو ناقص سرش کرده، یه خود مو از پشتش، یه خود مو از جلوش زده بیرون و یک لباس تنگی هم پوشیده، حالا که دیگه اصلا مانتوی در کار نیست، دیگه با پیرهن تو خونه بیرون میان و عرض به خدمتتون این که انواع و اقسام لباس ها و اینا رو میپوشن و خیلی در واقع حالت بیبندوباری پیدا کرده، با انواع آرایش ها این میاد بیرون. خب ببینید پیغمبر چی میفهمد؟ میفهمد ولی اگر آشکارا انجامش دهد، یعنی مثل این فرد آمده بیرون داره این کار انجام میده و کسی به او اعتراض نکند، حضرت میفرماید که زیانش به همگان میرسد، مردها رو از زنهای مؤمنه و متدینه خودشون باز میداره، به دنبال خودش میکشونه چنین زن هرزه‌ای تو جامعه، خانواده هایی رو متلاشی میکنه. ببین پیغمبر خیلی راحت میفهمه زیانش به خودش میرسه، به جامعه میرسه، به همگان میرسه، خانواده رو متلاشی میکنه، مرد رو فاسد میکنه، مردان رو فاسد میکنه و عمل زنا رو در بین افراد جامعه ترویج میکنه، شیوع میده و اون وقت بلاهایی که به واسطه این عمل در جامعه به سر مردم میاد، اون بلاها اون وقت دامنگیر مردم میشه. حالا وقص علی هذا، ببینید چقدر قشنگ پیغمبر بیان میفهمد. حضرت میفهمد ولی اگر آشکارا انجامش دهد و کسی به او اعتراض نکند، زیانش به همگان میرسد. بعد امام صادق علیه السلام توضیح فرمایش پیغمبر رو میفهمد، چقدر جالبه. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید، یعنی توضیح فرمایش پیغمبر، علتش این است که او با گناه آشکار خود دین خود را خار میکند و دشمنان خدا از او سرمشق میگیرند. یعنی وقتی یک فرد بدحجابی میاد تو جامعه، راه میره، اونجوری حرکت میکنه، به اسم اینکه من مسلمانم هستم، به اسم اینکه من شیعم حتی هستم، تو شناسه ماشین نوشته، داره در واقع دین خودشو داره تحقیر و تضعیف میکنه دیگه، تو سر دین داره میزنه. چه چیزی از این بهتر که یک فرد مسلمان شیعه خودش بیاد تو سر دین خودش بزنه، تو سر مذهب خودش بزنه، فرمایشات پیشوایان دینی خودش رو زیر پا مثل تی سیگار نعوذ بالله له بکنه و از بین ببره. چه کسی بهتر از این واقعا؟ چه چیزی بهتر از این برای دشمن میشه؟ بعد حضرت میفهمد و دشمنان خدا از او سرمشق میگیرند. افراد متعددی به عنوان توریسم خارجی از کشورهای دیگه به عنوان توریسم آمدن اینجا، مسئله توریسم و اینا که ما عنوان میکنیم، از کشورهای دیگه به عنوان کسی که میخواد دیدنی بکنه، بازدید بکنه از این کشور، به عنوان مهمان از اومده اینجا، یا خانومی در موقع رفتن گفتن آقا چندین نفر، نه یک نفر نه دو نفر، بهش گفتن آقا که خانم مثلا شما از این دید و بازدید اینا چه نتیجه که گفت ایران خوب بود، مردمش خوب بودن، صمیمانه بودن، مهربون بودن، مهمون دوست بودن، همه حرفا سر جای خود، دیگه نظر دیگه نرین. چرا؟ یه نظر دیگه هم دارم. چندین نفر تا حالا اینو گفتن. گفت دیگه نظر دیگه شما چیه؟ گفت من باور نمی‌کردم خانم‌های اینجا از اروپایی‌ها بعد حجاب‌تر باشن بعضن و سنگین تر از اونها آرایش بکنن. این صحنه هایی که من اینجا دیدم اصلا در اروپا هم ما بعضن نمیبینیم این صحنه ها. یعنی اینا چیزایی بوده که تو مصاحبه هاشون این توریست ها اینا رو گفتن. حدیث بعدی هم ببینید که وقتمون زیاد گرفته نشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت میفهمند که ای مردم، همانا خدای متعال
عموم مردم را به گناه عده‌ای خاص عذاب نمی کند. ببینید مسئله خیلی جالبه. ای مردم، همانا خدای تعالی عموم مردم را به گناه عده‌ای خاص عذاب نمی کند. یعنی عده‌ای خاصی کمی برن یه گوشه وایسن معصیتی انجام بدن، خداوند هیچ وقت ظالم نیست، ذره ای اپسیلونی ظلم نمی کنه به حق بندگان که بیاد بره همه مردم رو به خاطر اینکه 10 نفر رفتن یه گوشه گناهی مرتکب شدن تو فلان جزیره، عرض به خدمتتون که بیاد اینا رو هم عذاب بکنه. هیچ وقت خداوند این کار انجام نمیده. به چه شرطی؟ حضرت میفهمد هرگاه آن عده در نهان زشت کاری کنند و عموم از آن آگاه نباشند. یعنی همون حرفی که تو حدیث اول توضیح دادیم، برن یه گوشه خودشون عمل زشتی انجام بدن، کسی آگاه نشه. خداوند هیچ وقت دیگران رو به خاطر عمل اینا مجازات نمیکنه، فقط خود اونها رو مجازات میکنه. اما اگر عده‌ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم اعتراض ننمایند، در این صورت هر دو دسته سزاوار کیفر خدای متعال هستند. یعنی این طرف میگه ما که کاری نکردیم، خداوند برای چی میخواد ما رو هم عذاب بکنه به عذاب اینا؟ فلان عذاب الهی مثلا نازل بشه بر ما که نماز خونیم روزه. میگه آها، شما اینا اومدن آشکارا گناه کردن، شما ساکت نشستی گفتی به ما ربطی نداره، به ما چه ارتباط داره؟ بابا جلو چشه شما دارن گناه میکنن. نامه‌ای بنویس به صدا و سیما، به حراست ها، به دانشگاه، به رئیس دانشگاه، به مدرسه‌ای که بچت توش هست، یه نامه که میتونی بنویسی، 10 دقیقه میتونی بری اونجا و بیای بهش بگی به مدیر مدرسه آقا این چه وضع مدرسه ایست، دختر من داره توی مدرسه میره مثلا چادری بوده، تو اینجا اومدی مانتو روسریش کردی، بعد حجابش کردی، خب این چه وضعی؟ ما دخترمون رو سالن تحویل تو دادیم، چرا داری اینجوری تحویل ماش میدی؟ اگه 5 تا پدر بره این گونه صحبت بکنه، خیال میکنی مدیر مدرسه همینجور نشسته و همون روش قبلی رو ادامه میده؟ اصلا این کارو نخواهد کرد. با چندین نفر از اینا من سال صحبت کردم، میگه آقا کسی چیزی با نمیگه، خود خانواده ها میپسندن این قضیه رو. وقتی داره اینجوری میگه انسان چی بهش بگه؟ این دو حدیث رو داشته باشید. اینو برای چی خوندیم حدیث رو؟ برای اینکه آمر بودن به معروف و ناهی بودن از منکر فقط وظیفه امام زمان رهبر معظم انقلاب، یک سری افراد خاص به عنوان نیروهای انتظامی و امثال هم نیست، وظیفه همه افراد جامعه است و بودن رهبر و بودن رئیس جمهور و بودن وکیل و وزیر و اینها، این وظیفه را از دوشه هیچ کدوم از ماها ساقط نمی کنه، همچنان این وظیفه به گردن ما هست. این در مسئله مبارزه گروهی که عرض کردیم. اما در زمینه مبارزه فردی، بدحجابی رو از کجا باید ما جلوگیری بکنیم؟ چند تا چیز کلی رو من عرض میکنم، بعد میرم سراغ جز به جز بعضی از اینها توضیح میدم خدمتتون. یک، شما اینا به صورت کلی میتونید یادداشت داشته باشید، وقتی تو مدارس میخواید انشای بنویسید، کاری انجام بدید، داشته باشید این اطلاعاتو. یک، جامعه، انسان باید از تو جامعه شروع بکن. دو، مدرسه، خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. سوم، خانواده. چهارم، دوستان انسان، انسان با چه دوستی داره دوستی میکنه، این طرف اون طرف میره، او رو به خونه خودش دعوت میکنه یا به خونه او دعوت میشود. پنجم، خود فرد، خود انسان. حالا ببینید من تو این مواردی که نوشتم یک به یک توضیح میدم، بعضی اینا رو تو این موارد هم آوردم. اولین عاملی که برای برخورد با بدحجابی مؤثره، عادت دادن فرزندانمون هست. فرزندان که داریم میگیم یعنی دختران خودمون، دختران کوچیک، خواهرمون، دخترمون، کسی که رحم ما هست، محرم ما هست، عادت دادن او یا حتی نامحرم ما، میتونیم به خانوادش کمک کنیم، بهش بیاموزیم که چگونه این دختر بچه کوچیک رو عادت بده قبل از بالغ شدنش به حجاب.
با تشویق‌های بجا و حتی دادن جایزه‌های کودکانه و امثال اون. خیلی از ماها هستیم که مسئله تربیت کودک رو جدی نمیگیریم، شوخی میگیریم و چوبش هم بلا فاصله چند سال بعد کف پامون میخوره و غرورمون اجازه نمیده بگیم که از کجا این چوب رو داریم میخوریم. ما بچه‌مون رو دستش گرفتیم بردیم تو فلان گروه کودک تو تلویزیون، اونجا که به ما نمیگن حتما بچه‌ت باید بد حجاب باشه، که بچه 4 سالش یا 4 ساله چادر نمیفهمه، درست اون نمیفهمه، تو که میفهمی که روسری نمیفهمه، تو که میفهمی که اونجا میگه هر جوری خواستیم بیایم بشونی. خب نه، اون بچه‌ش برده یه رکابی تن بچه 4 ساله کرده، موهاش هم پریشون کرده، یه سشوار هم به موهاش زده، همچین بگینگی خود صورتش آرایش هم کرده، میگه بچه چون همش هم دلیلش اینه که بهانه‌اش اینه که آقا این بچه که نمیفهمه، که هنوز بالغ نشده، که اصلا این حرفا رو نمیدونه چیه. بسیار خب، اون نمیفهمه، تو که میفهمی که. گفت یکی با یه آدم مجنونی دعوا شد، مجنونه مثلا نفهمید، اومد پاشو گوش رو پای این شروع کرد با مشت لگد به جون اون افتاد. گفتش که چرا آقا اینو میزنی؟ گفت این مردک نفهمه، دیوانه است، پاشو گوش رو پای منو فلان اینا. گفت خب اون دیوانه است، تو که عاقلی که، اون نمیفهمه، تو که میفهمی چرا با لگد و چوب و فلان افتادی به جون این بنده خدا داری میزنیش؟ اون نمیفهمه، تو که میفهمی، تو که بچه رو از این کودکی با یه رکابی و همچین بگینگی یه آرایشی هم میای میکنی، میگی بچه‌م مثل عروسک میخواد بشه، قشنگ بشه، بعد میاری تو تلویزیون تو گروه کودک میشونیش، صبحای جمعه نشونش بدن تو برنامه فتیله. خب دیگه 5 سالش که شد، چگونه میخوای 6 سالش که شد، 7 سالش که شد، چگونه میخوای که این بچه رو بیاریش به سمت حجاب؟ مگه میشه یه کسی رو از زیر صفر در یک آن اووردش مثلا به درجه 50 درجه بالای صفر رسوندش؟ همچین چیزی میشه؟ شما میگی آقا غذایی که گرم هست و داخل یخچال نذار، میگی برای اینکه اون هوای داخل یخچال اصلا با این تناسبی نداره، او سرد سرده این گرم گرمه، میگه چیکار کنم؟ میگه یه مقدار بیرون یخچال بذار گرمای این کاسته بشه، حداقل به صفر برسه، یعنی حرارت لااقل نداشته باشه، بذار توی یخچال تو بتونه حرارت رو چی... میگه چی؟ میگه غذا صدمه میبینه، یخچال هم خراب میشه. شما یه بچه‌ای که 4 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه، هیچ عادت به حجابش نمیدی، هر رو موهاشو داری پریشون میکنی، هر رو داری لباسای آستین کوتاه آنچنان تنش میکنی، بعد عرض به خدمتتون که بگینگی آرایش هم براش میکنی، حالا هم که تو جامعه میبینیم دیگه 7 سال که نه، مثلا طرف همچین میکنه آقای مخبلافین چند سالشه؟ گفتم من اگه نگاهش بکنم که بگم به تو چند سالشه، خب قطعا یه خونه دیگه هم تو جهنم برای خودم خریدم، من چه میدونم چند سالشه، معاینش که نکردم که، همین که تو که دیدی بر ما بگو چند سالشه کافیه دیگه، بچه مثلا که 13 سالشه، به جای بچه 7 ساله دارم میارنش بیرون، اونم دیگه نه روسری سرشه، نه نمیدونم لباس آنچه آسین کوتاه باشتن بچه رو اردن بیرون، این دیگه بعد رسیده به اینجا به مادرش که بله این هنو بچه هست، باری کلا. خب این چگونه میخوای شما جلوی این بچه رو، کودک رو در سنین بالاتر بگیریم؟ نمیگیم بریم این بچه رو به سختی بپوشونیمش، نه، ببینید کودک راه داره، تربیت کودک راه داره، شما میتونید با بچه انقدر قشنگ کار کنی، حالا من حدیثشو میخونم، انقدر قشنگ کار باش بکنی که خود بچه بره برای خودش بگه آقا برای من یه چادر کوچولو بدوز من سرم بکنم، و با این چادرش به قول ما گفتنی مثلا پوز بده بین هم ردیفای خودش. توجه بکنید. اول اجازه بدید این حدیث از میزان الحکمه صفحه 4191 حدیث 14558 که از نهج البلاغه هم این حدیث رو نقل کرده، کتاب 31 اونجا بخون. امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به امام مجتبی علیه السلام میفرماید که پسرم، فرزندم، دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود آن را میپذیرد. تا
تو بهش بگو با آرایش را برو، میگه چش. بهش بگو بعد آسین رکابی تن بچه بکنیم، چش. بچه همینو میگه خوبه. بچه واقعا نمیفهمه که این چیه. همین میبینه که این یه رنگ قشنگی داره، این مثلا یک جلوه قشنگی داره، همین چیز دیگری غیر از این که نمیفهمه. که شما پاش میکنی یه شلوارک هم پاش میکنی، بعدم میگه آقا تو بازار را برو، تو خیابون را برو. حالا اینجا البته یه بحث اخلاقی هم ما داریم که من به خانوم های خوبمون تو خانواده ها عرض بکنم، خیلی از این خانواده ها هستن که بچه رو بیرون میاره، بچه‌م بسیار زیبا هست، این بچه چشم زخم میخوره، چند سال دیگه آثار این چشم زخم روی این بچه هست و این مادر نمیدانه که از کجا خورده. نکنید این کار رو با بچه های خودتون. بپوشونید بدنهای اینا رو. بدن بچه سفیده، بدن بچه سبز است، بدن بچه عرض به خدمت که نقصی نداره، نرم لطیفه، مثل یک گل لطیف میمونه. شما اینو میارید میدن مثلا میگه آه این بچه رو نگاه چقدر قشنگه ها، چقدر سفیده ها، چقدر توپله ها. بچه رو چشمش میزن. حتی شده خود مادر پدر بچه رو چشش میزنن. خیلی جالب. حضرت محمود که دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود آن را میپذیرد. از این رو من پیش از آن که دلت سخت گردد و خردت یعنی عقلت مشغول شود، یعنی فکرت به کار بیفته که حالا خودت میخوای یک زندگی اداره کنی، مسئولیتی بگیری، به تأدیب و تربیت تو شتافتم. یعنی تو رو اون موقعی تربیتت کردم که هنوز دلت سخت نشده بود، هنوز منقاد بودی، یعنی مثل یک عرض خدمتتون که از این خمیرهای بازی دیدی تو مشت قرار میگیره، هر شکلی من میخواستم تو ساخته میشدی، اما اون موقع که شکل گرفتی دیگه نمیشه تربیتت کرد، مشکله. من اون موقع تو رو تربیت کردم، اون زمانی که هنوز خردت عقلت به کار نیفتاده بود، کامل نشده بود به اون تکاملی برسه که خودت بتونی به کار بگیری و باهاش مسئولیتی رو بگیری، مسئولیتی رو به انجام برسونی. باز همون میزان الحکمه صفحه 4193 حدیث 14580 و 581 از خود امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت محمود دشوارترین سیاست ها تغییر دادن عادت هاست. یعنی وقتی یه بچه کوچیکی رو شما آوردی با اون وضعیت آوردیش تو جامعه، حالا رسیده 9 سال مدرسه میخواد برای اینا جشن عبادت بگیره، میگه مامان من این مقنعه رو دوست ندارم، این چادر رو دوست ندارم، چادر نماز بدم میاد. بعد کم کم از نمازم متنفر میشه. حالا میخوای فشار بیاری، او فشار رو نمیتونه تحمل بکنه، این ظرف رو نداره، حالا چیکارش میخوای بکنی؟ حضرت محمود دشوارترین سیاست ها تغییر دادن عادت هاست. این به این روش عادت کرده. این مال اون خانواده هاییست که تازه متدینن، اون خانواده هایی که اصلا از کوچکی شما حسابشو بکن دختر بچه آزاد بوده دیگه، هر کاری دلش خواسته کرده، مادرم خودش عرض بخدم بی بند و بار بوده. خب دیگه اون دیگه ما با اونا که کاری نداریم، که به اونا که کاری نداریم. شما تمام این پیرزنایی رو که میبینی هیچ کدومشون چادر سرشون نیست، بد حجابم حسن آنچنانی، تمام اینها در کودکی دوچار یک همچین مشکلی بودن بلا استثنا. میگید نبرید باشون صحبت کنید، یک نفر تو خونه اینا نبوده چادری به سر این کنه، روسری به سر این کنه، حجابی بر سر این داشته باشه. صلواتی بفرستید تا ادامه‌اش عرض کنم. بعد حضرت فهمودن که بد احوال ترین مردم، چقدر این جمله، حیف که وقت نداریم این جمله رو توضیح بدیم. من خواهش میکنم رو این جمله خودتون واقعا کار کنید، روزا تو محل کار بذارید جمله رو جلو روتون واقعا بشینید فکر کنید. بد احوال ترین مردم کسی است که ریشه اش کنده شود ولی عادتش همچنان پا بر جا باشد. یعنی هست و نیست زندگی این زن داره میره، خودش داره میبینه ها، مردم همینطور داره میره هست و نیستش،
من الان کسی رو سراغ دارم عادت کرده به کشیدن سیگار، دو بار عمل باز قلب روش انجام دادن، دو بارم نمیدونم بالون فرستادن مثلا توی رگش یا یه کاری کردن، اصطلاح پزشکی ما وارد نیستیم در این زمینه، دو بارم این کاری کردن. امروز من به هیچ تلفن زدم که در چه حال هستش این بنده خدا، گو آقا جون دکترها دیگه قطع امید ازش کردن، گفتم برو خونه عزیزم دیگه بخواب تا ببینیم یه فرجی بشه، یه معجزه بشه، خدا شفات بده. گفتم چیکار میکنه؟ گوه کاکودل که یه خود چی میکنه و اینا، پا میشه یه سیگاری میکشه. ببینید جمله رو، بد احوال ترین مردم کسیست که ریشهش کنده شود، یعنی که میبینه که مرگ آنن او رو از پای در خواهد آورد، ولی عادتش رو ترک چی؟ نمیکنه. چرا ترک نمیکنه؟ عادت کرده. عادت خیلی چیز بدیست، به جای خودش چیز بدیه، به جای خودش هم چیز خوبیست عادت کردن. ببینید چقدر جالبه، حدیث رو بذارید جلوتون، واقعا دائما بهش نگاه بکنید، مواظب باشیم عادت به چیزهای بد نکنیم. خب شما وقتی عادت به سیگار پیدا کردی، خب دوران مریضی حالا میخواد چیکارش بکنی؟ کی هست که بتونه ترکش کنه؟ به بد حجابی عادت کردی دیگه، حالا سن 50 سالگی مگه میشه که این سن 50 سالگی طرف رو با حجاب کرد؟ حالا همش رو چون بحث ما بد حجابیه داریم مثال عرض می‌کنیم. شما یه روحانی تو حوزه علمیه قم روز اول تو کلاس تجوید شرکت نمی‌کنه، یه کلاس تجوید رو نمیره دوره ببینه که اگه پس فردا خطیب جمعه شد یا آمد امام جماعت شد، قرائت حمد و سورهش درست باشه، قرائت نمازش درست باشه، مردم لذت ببرن و حداقل غلط نباشه، لذت هم نبرن غلط نباشه. این با همون چیزایی که یاد گرفته داره میاد، مخارج یاد گرفته داره میاد نماز میخونه، شده 20 سال امام جماعت فلان مسجده، از قضا یه نفر میهمان میاد تو مسجد میگه آقای امام جماعت اینجای نمازتون اشکال داره، مثل اینکه شما کبریت کشیدی به پمپ بنزین شماره 14 منفجر شده، مگه این زیر بار میره؟ تو به من داری اشکال میکنی؟ همونجا اگه قدرت داشته باشه فتوا بر کفر این آدم میده و گوشتش رو حلال میکنه که فردا تو قصابیا دو شبت کنن بفروشن. من بیرون سر کار که این امر کار کردن خانوم ها بیرون از خانه پیامدها و عوارض منفی بسیار زیادی رو داره، اولیش بیکار کردن مردا هست، معتاد کردن مردا هست، خانه نشین کردن مردا هست، بیار کردن مردا هست، بی غیرت کردن مردا هست، چون دنبال روزی نخواهند رفت، چششون به دست خانومه که بره تو اداره پول بیاره به اینا بده بخورن. از این ور اون وقت ببینید چه مسائلی. همه خانوم ها رو نمیگیم، یه کسی احتیاج داره، یه کسی شوهر مرده هست، یه کسی پدرش بیماره باید بره سر کار، من به اینها کاری ندارم، داریم میگیم حتی المقدور کسی که احتیاج نداره دانشگاه خانه رو به اداره فلان نفروشه. محققان نگاه کنید اینجا، سایت هایی که یهودی ها باز کردن، نمیگن ما یهودیم، ببینید چی می‌نویسن. محققان عقیده دارن که شاغل نبودن زنان در همه جنبه های زندگی اثری منفی و جدی دارد. زنان خانه‌دار نسبت به زنان شاغل تشویش و اضطراب بیشتری دارند و احساس ناراحتی و ناخوشایندی دارند، در حالی که زنان شاغل در همه سنین از نظر جسمی از زنان خانه‌دار سالم‌ترند. ببینید تیکه های مختلفش رو من دارم میخونم. در زندگی زنان شاغل ساعات کم تحرکی ناشی از بیماری کمتر وجود دارد، بنابراین اوقات کمتری را در بستر بیماری میباشند، با مشکلات کمتری روبرو هستند و معمولاً احساس سلامت بیشتری دارند، و برعکس زنان خانه‌دار کمتر از خود احساس سلامت می‌کنند و فرزندانشان در بازگشت به خانه با مادرانی که افسرده و بیمار هستند روبرو می‌شوند. اینا نمونه‌هایی از جملات تبلیغی است که می‌خوان زن‌ها رو از تو خونه‌ها بکشن ببرن سر کار. حالا هدف چی هست؟ من می‌دونم، شما هم تا حدودی می‌دونی. بحثمون اینجا نی بخوایم هدف رو عنوان می‌کنیم که صهیونیست‌ها چه دارن می‌کنن که خانواده‌های مسلمان و شیعه از هم بپاچه، داغون بشه، از بین بره. و انگشتم خوب جای اتفاقا گذاشتن رو خانواده ها، در حالی که اتفاقا آمار گرفتن سر جاش. از من شما بخواید رو سایت، بخواید از من براتون توضیح میدم، جاهای دیگه شفاهن کتمن بخواید،
من براتون بالعکس اینو آمار میارم که اصلا اینجور که نیست، بالعکسش هست. یعنی زنان خانه‌دار در تربیت فرزندان موفق ترن، بدون هیچ برو برگرد، با آمار دقیق و دلایل متقن و حساب شده. این دو، این هم خودش عاملی است برای مبارزه با بدحجابی. هر چی ما بتونیم مرد رو بفرستیم سر کار، خدا رحمت کنه مدیر عامل زمان تاغوت بانک صادرات رو، یک دونه زن تو بانک صادرات استخدام نمیکن، یک دونه زن. میگفت پای زن باز بشه به دلایلی، او حالا دینیمونه درستی هم نداشت، تاغوتی هم بود بنده خدا، ولی مدیریتش خیلی خوب بود. این که میگم خدا رحمتش کنه، از این نظر واقعا دستش درد نکنه. تا زمانی که این بود یک دونه زن تو بانک صادرات استخدام نشد. زمانی که این رفت و چی شد اینا، الان یک زن آورده میونه 20 تا مرد تو بانک نشوندن. آخه این زن واقعا چه کار کنه میونه 20 تا مرد؟ چی کار باید بکنه؟ چقدر باید روزای اول خجالت بکشه تا کم کم چوش حالی که چی؟ آخه چه لذتی ما از این کار میبریم؟ اینا دستای یهود هست، ما نمیبینیم دستای یهود. سوم از عوامل مبارزه با بدحجابی، بالا بردن اطلاعات خانواده. اطلاعات خانوم ها رو ما بالا ببریم، دخترانمون رو بالا ببریم، اطلاعات مادرمون رو بالا ببریم، مادرانمون رو، همسرانمون رو نسبت به مسائل شرعی حجاب اول بیاموزیم، که اصلا ما خیلی خانوم ها هستن که نمیدونن اصلا ما آیه راجع به حجاب تو قرآن داریم. بحث عقلانی حجاب، شما همین سی دی ها و کاست های حجابی که اینجا صحبت ما کردیم، چند تاشو تا حالا برای همسران، مادران، خواهران گذاشتید تو خانواده ها گوش کردن؟ برای دختران خودتون؟ ما در تبلیغات صفریم، صفر. متاسفانه دست رو دست گذاشتنمون خیلی زیاد و طولانی هست. آگاهی بدیم اینها رو از پیامدهای بدحجابی، با کتاب، با سی دی، تو ماشین، تو این ترافیک های آنچنانی تهران بزرگ، تو ماشین یه کاست بذار راجبه حجاب، راجبه سخنرانی، مسئله اعتقادی، اون یک ساعتی که تو ترافیک لاغر یه چیزی به گوش طرف بخوره. من و شما که شبها وقت کمتری داریم با این وضعیت، وقتی که روزانه همه سر کارن، شبها دیر میان خونه، وقتی ندارند، لاغر تو این مسیرها بتوانیم استفاده بکنیم. بهانه هم زیاد، ما میخوایم یک هدیه‌ای برای منزل بخریم، فلان چیز را بخر، من میخرم به شرطی که یه دوره شما بحثای حجاب رو گوش کنی، یه خلاصه بر من بنویسی، من یه جنس خوبش هم برات میخرم اتفاق، چه اشکالی داره؟ آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی، ایشون یک سخنرانی مفصلی فرمودن، جمله تیتر سخنرانیشون این بود: حرکت خزنده غرب برای حذف حجاب شروع شده است. حرکت خزنده غرب برای حذف حجاب شروع شده است. وزیر اطلاعات، ببینید اینا چیزهایی است که بارها ما عرض کردیم ولی ما به شوخی میگیریم، وزیر اطلاعات رفته آقا فلان کس رو با موفقیت بچهای وزارت اطلاعات آزاد کردن، خدا همشون رو حفظ کنه انشالله از همه خطرات و بر سلامتی همشون توفیقاتشون بیفزاید، رفتن آزاد کردن آقای عطارزاده رو از پاکستان آمده، درست؟ ایشون تو مصاحبه خودش که متن این مصاحبهش پیش من هستم، از رو برای شما میخونم، توی یکی از روزنامه کثیر الانتشار، میفرماید که وی، یعنی وزیر محترم اطلاعات، همچنین از شناسایی و دستگیری برخی شبکه‌های فساد اجتماعی و فرهنگی خبر داد. وزیر اطلاعات در این دیدار اعلام کرد شبکه‌ای که برخی از خانم‌های معلوم الحال را با پرداخت مبالغی، گوش می‌دید، به شهر قم برای تظاهر به بدحجابی و بیحجابی میفرستاد و سپس به تهران باز میگرداند، شناسایی و دستگیر شد. من اینو که خوندم به یاد آوردم یه روز فرمانده یکی از بسیج ها که ما رو دعوت میکردن اونجا برای سخنرانی، رفته بودم
گفت آقای مخمد باف امروز یک صحنه عجیبی بود. گفتم چی بود؟ گفت یک دختر خانومی ما دیدیم با یک وضعیت زننده ای تو یک خیابون یک طرفه ای داره میاد از تو خیابون میاد بالا. ما خیلی تعجب کردیم که یک طرفه رو داره به سمت مخالف میاد بالا، ماشینا اینوری میرن، این پیاده رو هست، خب بره اونور پیاده رو بیاد، تو همین پیاده رو بیاد، این چه کاری میکنه؟ گفت اینو گرفتیم بردیمش روی پایگاه بسیج، اونجا بازجویی ازش کردیم، خانم های بسیج، خواهرای بسیج من بازجویی ازش کردن، مقدار هی رو مغزش فشار آوردن که برای چی تو این کار. گفت آره یه کسی به من یه پولی میده در هفته که مسیر مخالف خیابون ها رو بیام با این وضع راه برم از سرش تا تهش، هفته اینقدر به من میده. شما حساب بکنید ما از کجا داریم ضربه میخوریم؟ این آگاهی ها رو چرا به خانواده ها انتقال نمیدیم؟ اینا مسئله بدحجابی، مسئله همین یک موزل کوچیک نیست که ما بیایم بگیم آقا مگه همین بدحجابیه الان موزل اجتماع همه رو گشتین کنار فقط به بدحجابی و گشت های فلان چسبیدیم؟ بله، برای اینکه این داره تار و پود خانواده ها رو از بین داره میبره. این ست. چهارم، انتخاب نوع مدرسه برای فرزندانمون. نه اینکه مدارس غیر انتفاعی، نه، مدارس دولتی هستن که از مدارس انتفاعی به هر حال خیلی عالی تر هم عمل میکنن، اما کمک میخوان، نه کمک مادی به اون صورت. حالا کمک مادی هم بشه چه اشکال داره؟ کمک معنوی میخوان، حضور و رایزنی های فشرده میخوان که انسان شرکت بکنه، با اینها در تماس باشه، با مدیر، با معلمین. هر چی تماس شما به عنوان یک فرد متدین و دلسوز کمتر باشه، زمینه رو برای افراد کج‌فکر اونجا بیشتر فراهم میکنید. این چهارتا. پنجم، تشویق همسر به این که داخل خانه برای شوهر خودش اون چرا که میخواد آرایش بکنه، لباس بپوشه، اون چرا که میخواد بگرده و تزیین بکنه، خوشو این کارو برای انجام بده. چرا ما الان تو بحث ازدواج انشالله خواهیم گفت، چرا بعضی از شوهران متدین، همسران متدین، مردان متدین، چرا تو خانواده ایراد به زنی میگیرن که برای شوهرش میخواد خودش رو بیارایه و به او یک الفاظ بدی رو نسبت میدن؟ اینو شارک نه تنها اشکال نگفته، بلکه پیغمبر و همه ائمه سفارش کردن. بالعکسش حالا تو بحث ازدواج میخونیم براتون انشالله، بالعکسشو ائمه کوبیدن، پیغمبر کوبیده، خدای تعالی هم کوبیده بالعکسشو. یعنی مردی بیاد با یه وضع نامناسبی و به زنش هم ایراد بیاد، آقا تو خونه اینجوری نکن. بله یه وقت هستش که پسر بزرگ تو این منزل هست، دختری هستش که مثلا فلان، یک محدودیتی در نظر میگیره، ولی وقتی اینها نیستن، او زن هر طوری بخواد برای شوهرش خوش رو تزیین بکنه چه اشکال داره؟ حالا این امر رو بگیرید برای دخترهای داخل خانه، خواهرهای داخل خانه با یک محدودیتی، البته درجاتی پایین تر از همسر، ای بخواد تو این خانواده مثلا موش رو بریزه دور خودش، مثلا سشوار بزنه، نباید مانعش شد تو خونه ای که همه محرمن، مگر پای نامحرم باز بشه. بله اونجا حرف. دختر بچه شما میخواد توی خونه مثلا موش رو پریشون بکنه، خوشش کن. حالا آمدیم یه خودی کمم آرایش کرد اینجا توی منزل آرایش کرد، به اون حدی که داریم میگیم محدودیتی که خود خانم ها آگاهی دارن بهش، اشکالی نداره داخل منزل. خواهر شما، چرا بعضی از برادرها تعصب بیجا داخل منزل نشون میدن؟ حریم محرم و محرمیت رو با حریم نامحرم و نامحرمیت قاطی نکنید. تعصبات بیجا نباید نشون داد. این میونه داخل خانه که مثل زندان شد، خارج از خانه هم که خب خدا و پیغمبر اینا جلوش گرفتن، خب این چه کار بکنه؟ ما میخواد یک پیرهنی داره بپوشه راه بره. بله من نمیگم هر لباسی ها، نه، یک محدوده‌ای به هر حال داره دیگه، اون محدوده رو ما نیم بدتر حصار در حصارش بکنیم. خودمون یک آزادی هایی که شارع مقدس گذاشته، خودمون اونها رو برقرار کنیم که دوچار یک سری مسائل و عوارض منفی نشویم. این پنج. ششم، حتما که من با خیلی از جوانها در تماس هستم، دوچار افسردگی های روحی شدن و مسائلی پیدا کردن، بیماری های روحی آنچنانی خدا شاهد، و یک سوال اول من از اینا میکنم، تا میان به من میگن دستم ارتعاش داره، نه همه حالا اینجورا، یا خوابم نمیبره شبها، یا فلان، یک سوال اول میکنم، بعد میرم سراغ سوال های بعدی. بهشون میگم که شما ماهواره دارید؟ میگه بله. میگم جلوشو باید ببندی.
ششمین مسئله دوری کردن از ماهواره ها و سیدی ها و فیلم های سینمایی آنچنانی و رفتن به همین سینما ها. شما خیال نکن این سینما ها حالا همچین مکان علیه السلامی هست، نه، جای یه سری اراذل و اوباش بعضن هست. شما میگه آره من دخترم رو دست گرفتم گفتم ببرمش سینما، ببرمش جای دیگه، ببرمش کوه، ببرمش رستوران دم کوه، ببرش توی صحرا، ببرش یه جا قشنگ بگرده، حتی ببرش یه جایی که خانوم‌ها میتونن، توی پارکی که خانوم‌ها میتونن بازی کنن. آخه این سینما چی نصیبه این دختر میکنه؟ فیلم‌های مزخرف گیشه‌ای که فقط برای فروش، بالا رفتن فروش اینا رو درست میکنن و توش یک مزخرفاتی. دوری کردن از این مسائل. هفتم، پرهیز از دوست بد و بدحجاب. اگر دختر شما، خواهر شما دوست بدحجاب داره، میتوانی تأثیری بذاری اون بدحجاب رو هم به مسیر درست، با تذکرات خوب، با دادن کتاب، با دادن سی دی، نوار، فلان، اینا رو به راه بیاری، چه خوب. اگر نه، شما باید روابط دخترت، خواهرت، همسرت با این گونه افراد رو به خودشون بگی کاهش بدن، نه شما توش دخالت بکنی. خود اونها باید اطلاعات بگیرن و این کار رو انجام بدن، و الا بیارید من آمار رو شما بدم چقدر خانومهای خوبی که با همسایه پایینی، با همسایه بالایی، با همسایه روبروی ارتباط برقرار کردن، او مقید نبوده، اینها رو هم از مسیر خارجشون کرده، داغون کرده رفتن. رجوع کنید به این روزنامه‌هایی که حوادث رو یادداشت می‌کنن، بخونید ببینید چه خبره. یه سرم به دادسرای خانواده بزنید بد نیست، تو ببینید حرفای بنده چقدر صحت داره. هشتم، عدم دعوت از فامیل بدحجاب به منزل در میهمانی ها. نمیگم ارتباط رو قطع کنید، نه، ارتباطتون برقرار باشه. هر فامیلی که میخواد بیاد با احترام، با احترام تمام بگید ما آقا مسلمانیم، و مخصوصا بگید ما شیعه هستیم. خواهش میکنم اونم از طریق خانوم ها بگید، نه خودتون بگید. مردها دخالت نکنن تو این کار. خانوم ها بگن که آقا همسر من، برادر من، پدر من ناراحته کسی بی چادر به خونش بیاد، خواهش میکنم چادر سرتون بکنید و حتما تشریف بیارید. مرحوم والد ما رحمت الله علیه یکی از خصوصیاتش این چنین بود، هیچ کس در زمان حیات ایشون خودش، نه اینکه بگیم جرأت نمی‌کرد، نه، اصلا خودش خوشش نمی‌اومد که بدون چادر، اگر کسی بود بدون چادر بیاد با ایشون سلام علیک بکنه، تو خونه ایشون بدون چادر وارد بشه. ابا داشت از این مطلب با فرمولی که ایشون به کار بسته بود، یعنی یک جوری اعلام کرد که آقا خوشایند ما نیست، در این حال که احترام به همه اینها می‌گذاشت. این هشتم. نهم، اگر در مدرسه ای ما معلم هستیم، مدیر هستیم، مشاور هستیم، معلم امور تربیتی دینی قرآن هستیم، یا معاون هستیم، هر چی که هستیم در این مدارس و شغلی داریم، یا جاهای دیگه که دانشگاه ها میتوانیم این کار رو انجام بدیم، دبیرستان ها و مؤسسات علمی، در بین خانوم ها همواره یادتون باشه یکی از عوامل مؤثر در مبارزه با پدیده شوم بدحجابی، قرار دادن موضوعات حجاب به عنوان موضوع انشاست و موضوع تحقیقی. این خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه بنده خدا یه وقت اردن پیش من گفتن که ایشون فلان چیزو اعتقاد نداره، اونای دیگر رو کردم از اتاق بیرون، او رو خواستم، نگفتم من میدونم که تو اعتقاد نداری، گفتم که یک موضوعی ما میخواییم راجبش تحقیق کنیم، یک جایزه خوبی هم براش گذاشتم، من جایزش هم میدم خدمت شما، راجب فلان مطلب که همون میدونستم اعتقاد نداره، گفتم میخوایم تحقیق کنیم. گفت ای به چشم، رفت یک تحقیق بسیار ارزنده انجام داد، آورد جالب که ثابت کرد که این موضوع رو قلبا بهش اعتقاد داره. به چه دلایلی؟ حالا نمیخواد به زبان بیاره اقرار کنه، دلایلش سر جای خوش، باید ببینیم چی اون دلیل، کم آورده، حالا هر چی هست. اینو موضوع انشا قرار بده تو مدارس دخترونه، حتی مدارس پسرونه، فرق نمیکنه. این نهم، یعنی روش کار بشه به عنوان یک موضوع تحقیقی تو جامعه، پیش بریم در این زمینه. دهم، در مدارس خودمون به عنوان هیئت
امنا یا انجمن اولیا و مربیان دخالت میکنیم، شرکت میکنیم، گاهگاهی مجالسی تشکیل بدیم، همه رو با یه نهاری، چیزی، میوهی، پذیرایی مختصری دور هم جمع بکنیم، خیلی صمیمی راجع به مسئله حجاب بخواهیم از خود افراد شرکت کننده اظهار نظر بکنن، نظرشون رو بگن، بعد در پایان یک جنبندی ما داشته باشیم. از خودمون اگه میخوایم حرف بزنیم، به عنوان که منم یک فردی مثل شما اصلا میخوام نظر در این زمینه بدم، اینا رو ما نمیتونیم بازش کنیم. من شماها میدونم که انسانهای پژوهشگری هستیم، میتونید مطلب خودتون باز بکنید، مشکل نداره. یازدهم، جوایزی که تو مدارس دخترونه مخصوصا یا مؤسساتی که در این زمینه یا دانشگاهایی که هست برای خانم ها میخواییم در نظر بگیریم، چادر مشکی، چادر نماز، امثال اینها، همونجور که در جلسه مقدم هم عرض کردیم، کمبودهای نمازخانه ها رو بریم بریم چی هست، بیاریم اینها رو عرض به خدمتتون که جایزه قرار بدیم و به اینها بدیم. این خیلی مؤثره. تو ترکیه یه همچین کاری کردن. ترکیه ای که لائیک بوده، چند سالیه نخست وزیر و رئیس جمهور مسلمان آمده روی کار، همچنان ارتش دست صهیونیستا هست، کاملا کودتا پشت کودتا میکنن که همینا رو برکنار کنن. قانون اساسیش هم اینه که نمیذاره بعد حجاب سر کار بیاد و بعد حجاب تو معذرت میخوام با حجاب سر کار و با حجاب توی دانشگاه ها بیاد، نمیذاره، میگه همه بعد بعد بی حجاب باشن. رفتن نشستن فکراشون رو کلم کردن، عروسکی که قرآن میخواند نشستن تو کارگاه ها کارخونجاشون درست کردن، رواج دادن. این عروسک در این حال که قرآن میخونه، از این موسیقی هایی که تو بازارهای ما نمیزنه دست بچه همون میدیم، قرآن میخونه. دومین کارش اینه که اینا رو به صورت حجاب اسلامی و پوشش اسلامی درستشون کردن، آوردن دست بچه ها میدن که رو ذهن بچه ها تأثیر بذاره. کجا ترکیه لائیک؟ اخیراً به دستور سید حسن نصرالله، خدا حفظ کنه ایشون، دبیر کل حزب الله لبنان، به 2000 نفر از زنان و دخترانی که اخیراً تصمیم گرفتن مفتخر به پوشش حجاب برتر شوند، 2000 تا چادر به اینها جایزه داده شده. یه جشن گرفتن تو مدرسه المهدی که مدرسه شاهد هست اونجا، به تبعیت از ایرانی ها. عرض به خدمتتون این که خود دخترها هم آوردن سخنرانی کردن، به اینها چادر به عنوان حجاب برتر، چادر مشکی به اینها جایزه دادن و اینها ببینید چقدر تشویق شدن. 2000 تا چادر. مام چه اشکال داره این کارا رو انجام بدیم؟ 13، تلقین دائمی افراد و خانومهای با حجاب هست به خودشون این مسئله رو، و آقایون هم باید این مطلب رو بدونن. ما خیلی چیزها رو آقایون جز عبادت نمیدونیم، خدا شاهد. ما یکی از مشکلات امروز جامعهمون اینه که ازدواج رو به عنوان عبادت نمیدونیم. طرف خیال میکنه عبادت فقط غم زدن مثلا، یا زنجیر زدن، یا سینه زدن آنچنانی، اینها عبادت فقط اینهاست، و فلان نماز رو خوندن، ختم صلوات، مجلس ذکر صلوات، همه اینا خوب، اما من براتون میارم یکی از بالاترین عبادت ها ازدواج هست، حالا بهش میرسیم. و از بالاترین عبادت هاست این هستش که انسان خودش بدونه بعضی از اعمالی که عبادی نیست، بدونه اینا اعمال عبادیه و به اینا افتخار بکنه. تلقین این مطلب، تلقین دائمی افراد با حجاب به خودشون که بدونن سوای عبادت های دیگر، خود حجابی که دارن یک عبادت برتر هست. و با این کار هر روز خانومی که داره چادر سرش میکنه، از خونه داره میاد بیرون، سوای این که داره وظیفه خوش انجام میده، بدانه که داره یک عبادت رو انجام میده، یعنی یک عمل عبادی رو داره انجام میده و پروردگارش رو داره راضی میکنه، امام زمانش رو داره راضی میکنه. این خود این مطلب به قول مرحوم استاد ما رحمت الله علیه، یک استاد که واقعا استاد کل در این زمینه بود رحمت الله علیه، ایشون میفهمون تلقین کردن این مطلب خیلی مسئله بزرگی است. این مطلب و مطالب دیگه که انسان بدونه من عبادت، آقا من دارم امام زمانم رو راضی میکنم، خدا رو از خودم دارم راضی میکنم، خدای تعالی رو، خیلی مسئله بزرگی است. و این مطلب رو
همین افراد شروع کنن انتقال بدن به دیگران. شما برای چی نصرت کردی؟ ما برای اینکه امام زمان علیه السلام از خودمون راضی بکنیم. من یادمه یه وقتی جایی می‌خواستیم همینجا رو می‌خواستیم یه وقت بسازیم، از طرف شهرداری دیدیم دیگه روزا اول میان گیر میدن به عنوان نائب شهرداری، آمدن دم در، طرف در زد اینجا، حالا ما هنوز کلنگش نزده بودیم، به خود تق و توق دوش کرده بودیم، آمدن در زدن در رو باز کردیم، گفت آقا چی؟ گفتیم چه خبر آقا؟ گفت از شهرداری اومدیم اینجا شنیدیم دارن تاقی برمیدارن فلان اینا. گفتیم نه آقا. گفت اینجا مال کی هست؟ گفتیم مال امام زمان علیه الصلاه و السلام. همینجور واسه یه خود نگاه کرد بربر عقب عقب رفت، سوار شد رفت، خدا حافظ. گفتیم خدا حافظ، دیگه هم پیداش نشد، تموم شد. آقا شما اینو برای چی سرت کردی؟ برای اینکه امام زمان اصلا با خودم راضی کنم. برای چی سرت کردی؟ برای اینکه خداوند متعال از خودم راضی بکنم. و این تلقین خیلی مهمه. آقایون هم همینطور به چشم همسری، خواهری، دختری، مادری که نگاه میکنن که مادر خودشون، دختر خودشون، خواهر خودشون، همسر خودشون که اینها با حجاب کامل هستن، باید خوشحال باشن. این مطلبی که اینا دارن امام زمان رو راضی میکنن، پای ملائکه رحمت رو تو این خونه دارن میکشونن، باعث برآورده شدن حوائجشون میشن و نزول رحمت میشن. سیزدهمین عامل، عامل ازدواج هست که انشاءالله از جلسه آینده پیرامون این مطلب که یکی از مطالب مهم در اسلام و در اجتماع هست ما بحث خواهیم کرد، انواع ازدواج رو خواهیم گفت و میگیم چجوری میخواییم نتیجه بگیریم که ازدواج خودش عامل مؤثر در برخورد با بدحجابی و بیحجابی هستش. انشاءالله این دوازدهمین عامل که آخرین عامل انتخابی ما بود به عنوان یک بحث مستقل انشاءالله در جلسات عادی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.